درود بر شما. 23 مهر ماه 1400 خورشیدی و 15 اکتبر 2021 میلادی. در برنامه امشب صفحه آخر میپردازیم به بحران قره‌باغ و تنش بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و اصولا در اون منطقه. پرده آخرم قبل از اینکه باهاتون خداحافظی بکنم آخر برنامه. و اما اجازه بدید اشاره بکنم پیش از هر چیز که ابوالحسن بن سعد نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران، چنان که در خبرها شنیده اید، در 17 مهر ماه 1400 در بیمارستانی در پاریس در سن 88 سالگی درگذشت. ما می‌خواهیم در یک جامعه مستقل و آزاد سرفراز زندگی کنیم. به این جهت است که وصیت کردم که اگر من قبل از این تحول از دنیا رفتم و ایران مستقل و آزاد رو ندیدم، جنازه من هم نباید در استبداد به ایران برگردد. باید امانت گذاشته بشود. هر وقت ایران مستقل و آزاد شد، این جنازه متعلق به اون ملت و به اون سرزمین است، به اون کشور برگرده، هر جا را که مردم ایران خواستن در همون جا دفن شود. با یکی از دوستان نزدیک خانوادگی و همکاران آقای بنی سعد بعد از درگذشت ایشون صحبت میکردم، میگفت آقای بنی سعد وصیت کرده است که اگر بعد از سرنگونی، در واقع ادامه همین صحبت های بنی سعد رو دارم عرض میکنم، ادامهش آنچه هایی که نگفتن تو این ویدیو، که اگر بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و انتقال جنازه به ایران مردم درباره محل دفن نظر مشخصی نداشته باشند، جنازه در همدان زادگاه ابوالحسن بنی صدر دفن بشه. خب، برنامه امشب درباره موضوع قره‌باغ و تنش بین ایران و آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، امشب یه مقدار در واقع جنبه آموزشی داره تا افشاگر، گرچه قطعا نکات افشاگر هم در این برنامه هست. طبق معمول محتوای همه برنامه های صفحه آخر عرض کردم بیشتر آموزشی است، چون کمتر ما میدانیم درباره این منطقه و ریشه های این تنش، و به همین دلیل هم از مهمان گرانقدر متخصص در این حوزه، به ویژه بهترین از نظر بنده، دعوت کردیم که حالا معرفیشون خواهم کرد و در خدمتشون خواهیم بود، چند دقیقه مزاحمشون خواهیم شد. و به همین دلیل اجازه بدید که من یک مقدمه کوتاهی بدم که وقت مهمونا رو هم سر این جزئیات در واقع نگیریم. یه مقدمه، نمیدونم، شاید 10 دقیقه طول بکشه، و درباره جزئیات آنچه هایی که کمک میکنه از رو نقشه در واقع به دانش ما درباره این منطقه. ببینید، بعد از حدود یک ماه مانورهای نظامی جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان در مرزهای مشترک دو کشور و اهمیت این موضوع به ویژه در مانور نظامی جمهوری اسلامی که خودشون اعلام کردن در ایران که در 30 سال گذشته مانوری نظامی به این وسعت و قدرت نداشته اند، سه‌شنبه 20 مهر 1400، همین سه‌شنبه پیش، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه آذربایجان گفت دو کشور باید مانع سوء تفاهم در مناسبات فیمابین شوند و شایسته است به سرعت روابط خود را در مسیر درست و روبه رشد ادامه دهند. وزیر خارجه ایران افزود تهران و باکو دشمنانی دارند و طرفین نباید به دشمنان فرصت اختلال در مناسبات بین دو کشور را بدهند و نگرانی ها را باید از طریق گفتگو و همکاری حل و فصل کنند. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان هم در این مکالمه تلفنی رابطه با جمهوری اسلامی ایران را دوستانه خوانده است و افزوده است روابط با کشورهای دوست برای جمهوری آذربایجان در اولویت است. این ظاهر قضیه است، مثل همه صحبت‌های دیپلماتیک جلو چشم مردم. آنچه که واقعی است، دلیل این اوضاع است که فعلا جمهوری اسلامی سعی میکنه به اصطلاح تعدیلش کنه. چه شد که اوضاع به اینجا کشید؟ اگه یادتون بیاد پارسال جنگ 44 روزه بین ارتش‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان سر مسئله قره‌باغ در گرفت که منجر شد به امضای توافقنامه سه‌جانبه روسیه، جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان. یه توافقنامه 9 ماده‌ای که 7 مادهش گفته میشود که اجرا شده،
که دو مادهش اجرا نشده که خواهم گفت. یکیش در باره تبادل اسرا و کشته های دو طرف و ایناست که یکی دیگهش بسیار مهمتره، احتمالاً در پیوند با وصل شدن جمهوری آذربایجان به نخجوان که اجرا نشده هنوز، ولی افماده دیگهش اجرا شده. یکی از نتایجش برای جمهوری اسلامی بسته شدن راه ترانزیت به جمهوری ارمنستانه، کلن اون توافق نه ماده‌ای. پنجم شهریور امسال خبر مسدود شدن مسیر آزاد ایران به ارمنستان منتشر شد. راننده های کامیون که از ایران به ارمنستان می رفتن گفتن مامورای جمهوری آذربایجان در مسیر قاپان گوریس که نقشش خواهید دید $130 ترانزیت جاده می گیرن برای رفت، $130 هم برای برگشت که اصلا برای اون صرف نداره. دو تا راننده ایرانی هم تو همین وضعیت در همین جاده بازداشت شدن که هنوز هم در بازداشت نیروهای جمهوری آذربایجان هستند. تعرفه جاده هم سر جاش مونده. چرا راه زمینی ایران به ارمنستان از نخجوان رد نمیشه؟ ببینین میره تبریز، مرند، جلفا که حالا در نقشه بزرگتر میبینیم که جلفا بعدش کاملا جمهوری جمهوری ارمنستانه، ولی بعد بر میگرده در یک مسیر تقریبا افقی میره مرز نوردوز و مقری و اون جاده گاپانگوریس که دست جمهوری آذربایجان افتاده است و اینجی دور میزنه میره تا ایروان. بعد یک نقشه دیگه ای هست که جاده که در کادر قرمز قرار داره میبینی این همون قسمت گاپانگوریس هست که پیش از جنگ سال گذشته در کنترل ارمنستان بوده و حالا به کنترل نیروهای آذربایجان در اومده. این نقشه رو وبسایت لاست سکند منتشر کرده و در توضیحش خیلی واضح نوشته که اگر به نقشه نگاه کنید میبینید که تبریز به ایروان مسیر مستقیم ندارد و خودروها باید به جلفا در مرز نخجوان که مال جمهوری آذربایجانه برن و آنجا در جاده مرزی به مرز نوردوز برسن. اختلافات سرزمینی و جنگ اخیر قره‌باغ نتیجه‌اش این شد که ایروان هم جاده و هم ریل آهن مستقیمی را که از مسیر نخجوان به مرز ایران در جلفا می آمد از دست داد و اکنون برای رفتن به ایروان از ایران تنها یک راه بسیار باریک و پرپیچ و خم کوهستانی از نوردوز وجود دارد و از تبریز تا نوردوز هم مسیر مستقیمی نیست. یک نقشه دیگه هست که ببینیم وضعیت رو در قبل از جنگ 44 روزه و بعدش. ببینید قبل از جنگ 44 روزه پارسال بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان جمهوری قره‌باغ با ایران هم مرز بود، خود مختار قره‌باغ. این قسمت زرد و که ارتش آذربایجان در جنگ پارسال تصرف کرد، اون پایین میبینید خردلی رنگه، اینو در جنگ پارسال آذربایجان تصرف کرد. مرز مشترک ایران با جمهوری آرساخ بود، جمهوری که ارمنیان و به ارمنستان متصله. این از بین رفت، اون جمهوری آرساخ، جمهوری توی داخل، خب دارین الان میبینید دیگه، دقیقا از بین رفت. یکی از بندهای توافقنامه نه ماده ای پارسال ایجاد کوریدور لاتشین یا لاتشین میبینین دیگه بین اون قسمت خردلی و قسمت سبز. قسمت سبز جمهوری ارمنستان، قسمت خردلی همون جمهوری آرساخ به اصطلاح ارمنیه. یک کوریدور اونجا بس کنن که بتونه جمهوری ارمنستان به اون بخش ارمنی قره‌باغ یعنی جمهوری آرساخ بس بشه و یک کوریدور هم پایین، اون قسمت سفید پایین که درست بالای مرز ایرانه، درست بالای رود ارس که تمام این مرز ایران با اون جمهوری‌های قفقاز هست و بعد واسه مرکزی حال جمهوری قفقاز، اون قسمت سفیدم که کوریدور زنگزور بهش میگن، منطقه زنگزور که اون قسمت قهوه‌ای که جمهوری آذربایجان در جنگ پارسال تصرف کرد وصل میشود از طریق اون کوریدور به نخجوان که نخجوان اکثرا ترک آذریان و زیر کنترل جمهوری آذربایجان هست. یعنی اینجوری ترکیه از این طریق، از طریق قرسو که اون قسمت باری که کنار ترکیه است بالای سر گربه ایران کنار گوش چپش، گوش راستش، حالا تو نقشه داریم میبینیم اون قسمت آبی، اونجا رو بهش میگن قرسو. اونجا ترکیه وصل میشه بدون نیاز به از ایران رد شدن به نخجوان
و نخجوان هم یعنی جمهوری آذربایجان، و از طریق نخجوان راه زمینی در واقع میاد از راه روی زنگزور رد میشه، میره مستقیم به جمهوری آذربایجان بدون رد شدن از ایران و از جمهوری ارمنستان. اون قسمت سبز جمهوری ارمنستانه. خب از طرف دیگر هم که گفتم که این دوتا کوریدور رو عرض کردم که هر دو طرف برای ارمنستان کوریدور لاچین و برای بله پارسال نتیجه جنگ 44 روزه جمهوری آذربایجان ارمنستان، قرارداد آتش‌بسی امضا شد بین این دو کشور با نظارت روسیه که بر طبق اون قرارداد تو اون قسمت قره‌باغ که می‌بینین و قبل از جنگ پارسال همش تحت کنترل ارمنستان بود، فقط قسمت سبزش موند برای ارمنستان، قسمت زردش رو که جمهوری آذربایجان در همون جنگ 44 روزه تصرف کرد و قسمت‌هایی که می‌بینین به رنگ قهوه‌ای، طبق قرارداد طی چند ماه ارمنستان تحویل جمهوری آذربایجان باید میداد تا دسامبر سال گذشته، شاید داده همه رو. حالا سوال خواهم کرد از مهمانان گرانقدر برنامه. مشکل دو کشور بر سر قره‌باغ دیرینه است، اما در سالهای اخیر مسئله جمهوری اسلامی هم به این مشکل اضافه شده و به طرح‌هایی که به ویژه جمهوری آذربایجان ارائه میده این مشکل اضافه شده. برای نمونه در 8 اردیبهشت 1371 در سال 1992 تورگوت اوزال رئیس جمهور وقت ترکیه در دیدار با جورج دبلیو بوش و جیمز بیکر وزیر خارجه وقت آمریکا در کاخ سفید طرح صلحی رو در خصوص قره‌باغ کوهستانی، به اصطلاح اون منطقه رو میگفتن قره‌باغ کوهستانی، منطقه قره‌باغی که دیدین، ارائه داد. در اسناد طبقه بندی شده این طرح گفته شده است که اوزال توصیه کرده است از آنجایی که 80% جمعیت قره‌باغ کوهستانی ارمنی هستند، بهتره که این منطقه به ارمنستان واگذار بشه و در مقابل ارمنستان هم بخشی از قلمرو خودش رو از سرزمین خودش رو در جنوب با جمهوری اسلامی معاوضه کنه. این طرح نیز ناظر بر الحاق زنگزور یا مغری به جمهوری آذربایجان جهت ایجاد زمینی، مسیر زمینی با سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان و از این طرف ترکیه است. آمریکا از این طرح حمایت جدی نکرد، ولی انگلیسی‌ها کردن. منافع نفتی انگلیس همیشه با جمهوری آذربایجان همخوانی بیشتری داشته، البته با همه جا. و طرح لوله انتقال نفت باکو تفلیس در گرجستان و جیهان در ترکیه، یعنی از دریای خزر به ترکیه و دریای مدیترانه در جنوب ترکیه با دور زدن ایران و ارمنستان، این طرح در واقع بود. تصویری رو که میبینید دقیقا طرحی است که اون موقع ارائه شد. بله این تصویر 5 نفره در سال 2006 میلادی، یعنی 15 سال پیش گرفته شده. همونطور که میبینین پایینش ترکیه، ارمنستان اصلا وصل نیست به ایران و به هر حال رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه، احمد نجدت سزر رئیس جمهور وقت ترکیه، ساکاشویلی رئیس جمهور وقت گرجستان، الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و لورد جان براون مدیر عامل شرکت بریتیش پترولیوم در همین مسیر این تلاش ها گرفته شده. باری پارسال این طرح محقق شد، در واقع تا حدودی زنگزور اون جنوب نشون دادم به جمهوری آذربایجان داده شده، یعنی اومده تا اونجا و اون مسیر وصل شدن جمهوری آذربایجان به جمهوری نخجوان اون پایین بالای سر گربه طبق توافق 9 ماده پارسال اون کانال به جمهوری آذربایجان داده شده. اما آیا این به معنای قطع مرز مشترک زمینی ایران و ارمنستانه و وصل شدن ترکیه به جمهوری آذربایجانه؟ روزنامه خراسان در ایران نوشته است در پی جنگ 45 روزه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ، امضای توافقنامه 3 جانبه پوتین، علیف و پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به آرایش سیاسی این منطقه پس از 26 سال تغییر اساسی داد. توافقنامه‌ای که اگرچه پایان دهنده جنگ خونین بوده، اما بعضی مفاد آن از جمله ایجاد کریدور ارتباطی برای اتصال نخجوان به خاک جمهوری آذربایجان باعث شده است که برخی از تحلیلگران منطقی و فعالان سیاسی از نقش
جغرافیای سیاسی ایران در آینده نه چندان دور نگران باشن. طول مرز زمینی ایران و ارمنستان همون پایین اون نقشه‌ای که دیدین نمیدونم اگه دم دست نشون بدین من همجوری که میخونم تونتون اگه نه که بگذاریم چون وقت رو تلف نکنیم. طول مرز زمینی ایران و ارمنستان در همون منطقه زنگزور حدود 35 کیلومتره و ایجاد کریدور ارتباطی برای اتصال نخجوان به خاک جمهوری آذربایجان میتواند برای مبادلات تجاری و اقتصادی ایران با جمهوری ارمنستان تأثیر منفی بگذارد، به خصوص روی هر گونه مسیر انتقال انرژی از ایران به اروپا. بله، اون قسمت پایین، اون خطی که کشته شده بین قسمت سبز و نخجوان. سبز یعنی مناطق تازه تحت تسلط از پارسال جمهوری آذربایجان و جمهوری نخجوان هم که زیر کنترل آذربایجان. باری خب قرسو رو که عرض کردم، ترکیه از طریق نوار قرسو در شمال نخجوان با جمهوری آذربایجان هم مرز شده و این دقیقاً آن چیزی است که در بس کردن خاک نخجوان به جمهوری آذربایجان بعد از جنگ 44 روزه پارسال اتفاق افتاد. کریدور ارتباطی رو با رنگ آبی می‌بینین اینجا اون پایین. این بنابر آنچه در نقشه‌های دولتی ایران دیده میشه، مرز خاکی ایران و ارمنستان از بین نبرده. این کریدور از چند کیلومتری بالای مرز ایران و ارمنستان، مرز مشترک ایران و ارمنستان میگذره. همون پارسال وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوره جواد ظریف بود اعلام کرد که در این میبینید دیگه توییت نقد شده از عباس عراق چیست که اعلام کرد نقشه هایی که اینجا و اونجا منتشر شده از حاصل توافق روسیه آذربایجان ارمنستان جعلی است و درست این است که مرز ایران با ارمنستان از بین نرفته. چقدر این درسته؟ خب آقای اتابکی ایزه بفرمایید نخست از شما بپرسم که تو از این داستان نقشه ها دور نشدیم، بفرمایید که آیا توافق روسیه جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان در آبان 99 پارسال بعد از جنگ 44 روزه مرز مشترک ایران و ارمنستان از بین برده یا نه؟ چون به هیچ کنم از این چیزایی که میگن آدم نمیتونه اعتماد بکنه. نه، به هیچ وجه، به هیچ وجه مرز ایران و ارمنستان رو از بین نبرده. در حقیقت قرارداد صلح نیست، قرارداد آتش بس. پیشنهاد کرده به این دو طرف جنگ، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، که به توافقی برسن، کریدورهایی در اختیار همدیگه قرار بدن که بتونن در حقیقت آذربایجان بتونه به جمهوری خودمختار نخجوان متصل بشه از طریق خاک ارمنستان. کجایی این جاده، کجایی این کوریدور هنوز روشن نیست و از طرف دیگه آذربایجان هم شرایطی فراهم بیاره، کوریدوری در اختیار ارمنستان قرار بده که ارمنستان بتونه با قره‌باغ و با ساکنان قره‌باغ که اکثریتشون ارمنی هستن رابطه داشته باشه. این توافقی است که در حقیقت در پایان آتش بس بین دو کشور رسید. یعنی سعی کردن به هر حال یه بالانس، یک توازن ایجاد کنن برای اینکه فقط بتونن ارمنی‌های قره‌باغ یا اون جمهوری آرتساخ به اصطلاح دیگه اون وصل بشه به جمهوری آذربایجان بتونن و جمهوری ارمنستان و بعد در پایینم جمهوری آذربایجان وصل بشه به نخجوان. این در واقع فقط یک بالانس دیپلماتیک بود یا اصولا این به نفع اون پروژه بزرگ وصل شدن ترکیه به جمهوری آذربایجانه؟ اجازه بدید بگم که 30 سال از اولین درگیری جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان در پایان حکومت اتحاد جماهیر شوروی این مناقشه آغاز شد، رو در روی آغاز شد. 30 سال بودش که در حقیقت این رو به شکل منجمد این مناقشه وجود داشت. کنفرانس امنیت و همکاری اروپا ناظر بین الملل گذاشته بود در اونجا. 5 ایالت آذربایجان به جز قره‌باغ از سوی ارمنستان اشغال شده بود و اگر حمایت ترکیه و حمایت در حقیقت تسلیحاتی اسرائیل نبود، آذربایجان توانایی بازپس گرفتن 5 ایالت رو نداشت. 5 ایالت بازپس گرفته شد. همه منتظر بودن ببینن که روسیه چه رفتاری خواهد داشت. روسیه رفتار بسیار انفعالی داشت تا لحظه آخری که در حقیقت ارتش آذربایجان از شوشا گذشت، داشت میرفت به طرف خانکندی یا استپاناکرک پایتخت قره‌باغ.
مرکز قره‌باغ، تا اونجا روسیه در حقیقت گفت بس دیگه، آتش بس میدیم، شما اون 5 ایالتتون رو پس گرفتید به آذربایجان، گفت حالا بنشینید قره‌باغ رو نگه داریم اینجا، نیروهای حافظ صلح رو ما اونجا گسیل میکنیم نگهداری کنن، تا در ببینیم در طول سالهای آینده به چه توافقی بین دو کشور میرسیم که یک صلح پایدار باشه. حالا در این صلح پایدار قرار بر این رفت که آذربایجان کریدوری در اختیار ارمنستان قرار بده که خاک ارمنستان رو به قره‌باغ در حقیقت وصل کنه، از اون طرف همونطور که اشاره کردم ارمنستان هم چون این کریدوری رو در اختیار آذربایجان قرار بده که سرزمین مادری آذربایجان به جمهوری خودمختار نخجوان متصل بشه. آقای دکتر اتابکر عزیز، به من بگید که ریشه اصلی اختلافات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان چیه تو این ماجرا؟ خب واقعا اینی که از نخستین سالهای استقلال جمهوری آذربایجان ما دو تا گرایش کاملا متفاوتی داشتیم ناظر بر رفتار دو کشور. از طرف دیگه نخستین رئیس جمهور جمهوری آذربایجان شخصی بود به نام ایلچین که در حقیقت دوران بسیار کوتاهی بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد، بسیار بسیار انسان ملی‌گرایی بود، مدعی بود که باید یک آذربایجان بزرگ در حقیقت شکل بگیره و در این آذربایجان بزرگ آذربایجان ایران هم ملحق بشه و پایتختش هم پایتختش تبریز بشه. من یادم میاد که من در دیداری بعد از اینکه ایشون در حقیقت از مسند ریاست جمهوری پایین آمدن و در کرکی در نخجوان زندگی میکردن با ایشون دیدار داشتم از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا و اونجا دیدم که واقعا ایشون چقدر متوهمه در این زمینه. بعد از ایشون ببخشید حیدر علیف رو میفرمایید؟ بله الچیبی ابوالفضل الچیبی نخست الچیبی بله حسین رئیس جمهور آذربایجان. بله بله ریاست جمهوری الچیبه کوتاه بود، علیف همون علیف پدر همین علیف کنونی بله. وقتی به قدرت رسید تلاش کرد که در حقیقت به نوعی از این دامنه ملی‌گرایی متوهم بکاهه و یک رابطه متعادلتری با ایران رو شکل بده. از طرف دیگه از آغاز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکلگیری جمهوری مستقل آذربایجان، جمهوری اسلامی داعیه گسترش شیعه در حقیقت تشیع رو در این سرزمین داشت. فراموش نکنیم که از سه کشور بزرگ جهان که در حقیقت شیعه در اونجا اکثریت شیعه رو تشکیل میدن، عراق و بحرین و آذربایجان به جز ایران، آذربایجان با 70% جمعیت شیعه منظور نظر جمهوری اسلامی بوده که بتونه شبکه خودش اونجا در حقیقت شکل بده و این تهدیدی بود برای حکومت آذربایجان. خب از یه طرف ما شیعه گری جمهوری اسلامی رو داریم، بست انقلاب رو داریم، صدور انقلاب اسلامی رو داریم از طرف جمهوری اسلامی با اون طرف، از طرف دیگه از اون طرف هم در حقیقت بر طبل ملی گرایی در حقیقت کوبیده میشه و زمزمه هایی به چشم به گوش میخوره که به جد ایران رو و ایرانیان رو و جمهوری اسلامی ایران رو نگران میکنه و اون هم در حقیقت جدایی، تبلیغ جدایی آذربایجان ایران و الحاقش به جمهوری آذربایجان. این در حقیقت ریشه های این مناقشه بود. زمان علیف و زمان در حقیقت رفسنجانی تلاش بر این شد که به نوعی به یک تفاهمی بدون دو کشور برسن، اما آذربایجان همیشه این نگرانی رو داشت که چگونه میتونه این 5 ایالتی که از دست داده به جز قره‌باغ باز پس بگیره. بنابراین تکیه بسیار بسیار زیادی به جمهوری ترکیه کرد، از توانمندی نظامی جمهوری ترکیه استفاده کرد و همزمان از دهه در حقیقت 2010 به این طرف از پی دیدار شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل از باکو و بعد مراوداتی که انجام شد در حقیقت از توانمندی نظامی اسرائیل بهره گرفت و بتونه این در حقیقت سرزمین هایی رو که از دست داده باز پس بگیره که جنگ 44 روزه سال گذشته مصداق این تلاش بی حد جمهوری آذربایجان بود که رسید در حقیقت به هدفش. این سرزمین هایی که باز پس گرفت و که از دست داده بود جمهوری آذربایجان در سالهای پایانی اتحاد جماهیر شوروی در حقیقت این سرزمین ها رو درگیری بین دو کشور آغاز شد
سالهای پایانی گورباچوف در حقیقت این درگیری های قومی انجام شد، یک جنگ تمام عیار داشتیم، رسیدیم به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آغاز دهه 90 دیگه، در حقیقت 1990 در حقیقت آذربایجان این سرزمین ها رو، این پنج ایالت رو از دست داده بود. بله خب بسیار سپاسگزارم تا اینجا فعلا آقای عطابکی. آقای حسن دایی گل که ما همیشه مزاحمتون میشیم و شما واقعا همیشه بیدریق این برنامه صفحه آخر رو کمک کردید، هم در اسناد در محتوا و اینها و هم با حضورتون. ببینید من اول یه میخوام تیکه از نقل قولی در واقع از خامنه ای بکنم و بعد سوال رو مطرح میکنم. آیت الله خامنه ای در جنگ 44 روزه پارسال گفت قره‌باغ خاک اسلام است. این موضع صریح جمهوری اسلامی، حمایت صریحش از جمهوری آذربایجان در برابر ارمنستان بود، عدالتش حمایتش از اسلام بود و اینها. درباره وضعیت مسلمان ها در نقاط دیگر دنیا از جمله در چین هیچ وقت کلامی نشنیدیم از خامنه ای. اینجا اما میاد در نقش خلیفه مسلمین ظاهر میشه، این نقش خلیفگی رو نمایندهش و وابستگان جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان هم بلافاصله تکرار میکنن. مثال Həmdəki ayətullah uzma Xamanəyi həzrətlərinə mən müsəlmanlar adından, dindarlar adından təşəkkürümü bildirirəm ki, onun fətvası deyə bilərəm ki, qələbənin carçısı idi. O ki, fətva verdi ki, Qarabağ torpağı İslam torpağıdır, dünyasını dəyişənlər. Xob, نه فقط دخالت آشکار در جنگ قره‌باغ گفته شد از طرف برخی از رسانه‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان هر دو و ترکیه، یه جورایی دست نشانده دیدن همه سرزمین‌هایی است که مسلمان‌ها توش ساکن هستند. این رهبر مسلمی یا خلیفه به سیاق عثمانی‌ها یا اهل تسنن، وقتی که وضعیت رو اینجوری بدونی و یکی فلانجا که ربطی به مرزهای ملی ایران ندارد، یکی اونجا بگه که خاک اسلام است، یکی خلیفه ای، پس واجب است بر مسلمانان که اونجا رو تصرف کنن. سهم سؤال این است، اینا تبلیغات معمول بوده است که حالا به هر حال دامن جمهوری اسلامی رو یه جورایی میگیره هم میشه، یا جزء سیاست های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در ایجاد بحران بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران بوده؟ عرض کنم که این گفته خامنه ای من رو یاد خمینی میندازه، چون آقای ابراهیم یزدی که وزیر خارجه بود در دولت موقت پیشنهاد روز قدس رو داد و میگفتش که ما اومدیم گفتیم آخرین جمعه ماه رمضان رو بکنیم روز فلسطین، روز اورشلیم، روز قدس، تا مسئله فلسطین رو اسلامی بکن. یعنی چی؟ خب وقتی شما اسلامی میکنید، رهبر جهان هم اسلام که خمینی، پس تصمیم گیری با خمینیه، چون میخواستن جنبش فلسطین رو صاحب بشن. اون موقع دست سازمان آزادی بخش بود، نمیتونستن صاحب بشن، بیشتر سکولارها بودن. اسلامی که بکنن خب میفته دست خامنه‌ای. حالا این ادعاهایی هم که خامنه‌ای میکنه البته رجزخانیه، کسی تحویلش نمیگیره، ولی همون نگاهیه که آقای عطابکی اشاره کردن، به این معنی که جمهوری اسلامی از همون آغاز دهه 90 این نگاه رو داشت با آذربایجان که کشوری که اکثر شیعه است بتونه اونجا توسعه بده. خب حالا حتی یه حزب درست کردن، حزب جمهوری اسلامی آذربایجان، که الان رهبرانشون در زندانن. حتی من یادمه تو سوریه یه گروه درست کرده بودن، تیپ خیلی کمی هم بودن، حسینیون. این بیشتر شاگردای المصطفی در تبریز مال آذربایجان رو جمع کردن، تو سوریه می‌جنگیدن، از این کارا کردن، ولی بردی نداشتن. یعنی حرفایی که خامنه‌ای میزنه برد زیادی نداره، از موضع بسیار ضعف، کسی هم تحویلش نمیگیره، و ولی واقعا احساس خطر میکنه. این رو به درستی آقای عطابکی اشاره کردن، ولی من اگر فرصتی باشه اشاره بکنم به یکی از دلایل درگیری به نظر من مهم. من اصلا این سوالو کردم که شما همون سوال آخری که از آقای عطابکی هم کردم شما بهش بپردازید، در واقع از این زاویه، ولی که ریشه های درگیری بین دو کشور، یعنی ایران و آذربایجان منظورم. بله
من فکر کنم اضافه بر مطالبی که آقای عطابایی گفتن، یه تحولی که 30 سال پیش اتفاق افتاد به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته، باید در همه مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی به خصوص در رابطه با آسیای مرکزی و این مسئله انتقال انرژی نگاه بکنیم. ببین وقتی شوروی فرو پاشید و این جمهوری‌های جدید به وجود اومدن در آسیای مرکزی و قفقاز، خب این مسئله انرژی ها یعنی نفت و گاز در این مناطق بسیار مهم بود. این منطقه به یک منطقه استراتژیک تبدیل شد و سوال مهمی بود که چطور میشه این انرژی رو بدون اینکه از روسیه بگذره به اروپا برسونیم، تا هم اروپا از وابستگیش به نفت و گاز روسیه کاهش پیدا بکنه و همین کشورها کمی مستقل تر بشن. بهترین راه حل در جغرافیای ایران بود، تمایل داشتن که این کارو بکنن، اروپا حامیش بود، حتی آمریکا هم حمایت میکرد. خود رفسنجانی در این مسابقه که فکر کنم با فصلنامه مطالعات بین‌المللی بود سال 92 وضوح اگه اشتباه نکنم، میگه که نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان به ایران اومد و خط لوله رو جوش دادن. جمهور واقعا دولت رفسنجانی حتی به آمریکا به شرکت کنوکو پیشنهاد داد که در منطقه پارس سرمایه گذاری بکنه به شرکت کنوکو. بیل کلینتون موافقت کرد. میتونست اگه این کار میکرد انتقال انرژی از جنوب خلیج فارس به اروپا، از آسیای مرکزی تحول بسیار بنیادی در روابط کشورمون، ولی چه انتخابی رو کرد، چه گزینه‌ای رو انتخاب کرد جمهوری اسلامی، این رو به اندازه کافی مورد توجه قرار ندیدیم. همون سال 91، درست 30 سال پیش، اکتبر 1991، کنفرانس مادرید در تشکیل شد برای صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها. خب جمهوری اسلامی اون موقع می‌خواست، چون اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشیده بود و خلأ ایدئولوژیک بود، سوسیالیست‌ها ضعیف شده بودن، خلأ ایدئولوژیک در خاورمیانه بود، دورخیز کرده بود برای تسلط در خاورمیانه. این صلح بین اسرائیل و فلسطین ها به ضررش بود، چون جنبش فلسطین یا مسئله فلسطین اهرم اصلیش بود. خامنه ای فتوا داد، دستور داد، عملیات ترور مقابله با صلح رو شروع کرد، ترور در آرژانتین، در اروپا، در داخل اسرائیل، و سرانجام در 1996 که اون انفجار خبار رو انجام دادن، آمریکا تحریم ها رو شروع کرد، قانون ایلسا رو کردن. جمهوری اسلامی و کشور ما از تمام پروژه های انتقال انرژی کنار گذاشته شد. از اون زمان تا کنون اون گزینه ای که انتخاب کسی سال پیش جمهوری اسلامی روش پافشاری کرده، خصومت با اسرائیل باعث شده که اسرائیل با آذربایجان متحد شده، تحریم ها کشور ما رو ضعیف کرده که آذربایجان بتونه قد بکشه در مقابل کشورمون. جمهوری اسلامی همون نگاهی که آقای عطابکی گفتن، نگاهش اینه، ترجیح میده از طالبان حمایت بکنه تا اینکه خط صلح رو بکشه، انتقال انرژی به پاکستان رو بده. ببینید الان اسیر شده برای اینکه 4 کامیونش رو به ارمنستان و ازبک و گرجستان ببره، به چه وضعی دچار شده. در یک کلام جمله پایانی اینه، برای من طنز بود وقتی که این مسئله کریدورها و بستن جاده رو شنیدم. سال 2017 اینا رفتن مرز البوکمال بین سوریه و عراق رو گرفتن، جشن گرفتن، نماز شکر رو با هم تبریک گفتن که کریدور زمینی تهران تا مرز اسرائیل و مدیترانه رو در اختیار گرفتیم. شما در شمال خودتون 4 کامیون رو نمیتونید ببرید، برای اینکه نگاهشون اون طرفه. صدها میلیارد چقدر خرج کرده در منطقه که بره اون مرز رو بگیره، در مقابل ببینید که نمیتونه به ارمنستان کامیون بفرسته. این نگاه جمهوری اسلامیه. طالبان رو به روابط درست با افغانستان ترجیح میده. در همه جا نگاهش همین نگاهه، نگاه به امت اسلامی و ترجیح دادن این مسئله به مسائل امنیت ملی ما و منافع ملی ماست. سپاسگزارم آقای حسن دایی عزیز. خدمت آقای مهیر جاودان فر هستیم که انشاءالله خداوند زیادشون کنه در اسرائیلیشون. ریال پولیتیک و خلاصه به قول قدیمی ها، اگر در اسرائیل و در منطقه خاورمیانه آدم میخواد یاد بگیره و بره سراغ نوشته های آقای جاودانفر. ببینید وبسایت خبری رویداد در ایران، یکی از وبسایت های بسیار معقول
نوشته است که حکومت ایران مدت هاست بر این باور است که موفقیت های اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران ارتباط تنگاتنگی با شبکه مخفی اسرائیل در آذربایجان دارد. در سال 2012 بعد از اینکه نزدیک 10 سال پیش بعد از اینکه دو موتور سوار موفق شدند خودروی مصطفی احمدی روشن دانشمند هسته‌ای ایران را بمبگذاری و او را ترور کنند، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر آذربایجان را احضار کرد و نسبت به همکاری آذربایجان با اسرائیل و در اختیار قرار دادن اطلاعات به سازمان‌های جاسوسی اسرائیل اعتراض کرد. آیه جاودانفر، این نگرانی جمهوری اسلامی از اقدام اسرائیل در ایران علیه منافع و نهادهای حکومت جمهوری اسلامی از داخل خاک جمهوری آذربایجان آیا واقعی است؟ ببین هیچ اسناد موثقی وجود نداره که واقعا بشه باش ازش استفاده کرد برای اثبات این دیدگاه جمهوری اسلامی ایران. امکانش وجود داره که شاید اسرائیل از خاک آذربایجان استفاده کنه، ولی امکانش هم وجود داره که ایران هم مرز هستش با کشورهای دیگه که اسرائیل شاید از اونها استفاده کرده برای حملاتی که در مطبوعات گزارش شده. نگرانی جمهوری اسلامی ایران در قبال اسرائیل و روابط اسرائیل و آذربایجان این هستش که جمهوری اسلامی ایران همیشه سعی کرده که به مرزهای اسرائیل رو محاصره بکنه. در مرز لبنان نیروهای ایرانی هستن، نیابتی ایرانی هستن، در سوریه، حتی در غزه. ولی جمهوری اسلامی بسیار ناخرسند هستش وقتی که اسرائیل میاد نزدیک به مرزهای جمهوری اسلامی میشه، حتی به حضور دیپلماتیک و یا حضور اقتصادی. ما میبینیم که در باکو البته روابط امنیتی بین هر دو کشور وجود داره، با آذربایجان اسرائیل اسلحه میپوشه، ولی جمهوری اسلامی ایران که همیشه گفته که اسرائیل باید از صفحه این روزگار محو بشود، خب واقعا نگران از این تحول هستش که نه فقط اینکه اسرائیل محو نشده، بلکه با کشورهای همسایه ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، همسایه جمهوری اسلامی با خلیج فارس داره روابطش بهتر میشه. و حتی اخیرا در عراق هم ما دیدیم که بعضی از شهروندان عراقی در منطقه تحت کنترل کردهای عراق یک همایش برقرار کردن و گفتن که اونها هم میخوان به پیمان ابراهیم که پیمان صلح بین عراق و اسرائیل هستش بپیونده. پس اینا واقعا جمهوری اسلامی ایران این بزرگترین نگرانیش هستش. ولی به نظر من بزرگترین نگرانی جمهوری اسلامی الان در موضوع آذربایجان اسرائیل نیستش. الان به نظر من بزرگترین نگرانی اولا همونطور که استاد عطابکی و آقای دایی گفتن مسئله گاز هستش که الان ایران کاملا دارن ایران رو دور میزنن. ایران واقعا شایسته هستش، ممتاز هستش از دیدگاه ژئوپلیتیک برای تبدیل شدن به یک کوریدور انرژی. شهروندان ایران میتونه کشور ایران میتونه میلیون ها اگر نه میلیاردها دلار فقط از کوریدور از این عبور خطوط گاز درآمد داشته باشه. اون متاسفانه این مسئله الان ما میبینیم که اتفاق نیفتاده. و مسئله دیگه هم ترکیه هستش. ببینید الان ترکیه تبدیل شده به یک بازیگر بسیار مهم در منطقه آذربایجان و ارمنستان در شمال مرز ایران، و این باعث خواهد شد که هر چقدر میشه گفت حضور و تأثیر و نفوذ ترکیه در مرز شمالی ایران قوی تر بشه، ترکیه میتونه از اون استفاده بکنه به عنوان یک اهرم برای فشار آوردن روی ایران در مسائل دیگر در منطقه، به خصوص در مورد سوریه که ایران و جمهوری اسلامی و سوریه و ترکیه الان در سر مسئله سوریه الان در یک رقابت هستن و جمهوری اسلامی نگران هستش که هرچه کفه ترازو به نفع ترکیه در آذربایجان سنگین تر بشه، ترکیه میتونه از این استفاده بکنه برای اینکه برای بدبستون آینده در سوریه و نفوذ نیروهای ترکیه در سوریه که به ضرر جمهوری اسلامی ایران هستش. ببینید آقای جاودانفر عزیز، این نکات که شما فرمودین بله در سیاست منطقه داره اتفاق میفته و برای نخستین بار از زمان شکل‌گیری کشور اسرائیل داره اتفاق میفته، و ولی تبعات نظامیش رو عرض میکنم. جمهوری آذربایجان و ترکیه هر دو اعضای غیر اتحادیه اروپایی ناتو هستند و از نظر نظامی این پهپادهای اسرائیل که بسیار ایتان که بسیار جمهوری اسلامی رو نگران کرده و
من یه تیکه کوچیک اجازه بدیم بخونم براتون که تایمز آف اسرائیل از قول ساندی تایمز نوشت که حدود 9 سال پیش که نوشت اسرائیل هواپیماهای پهباد خود را در جمهوری آذربایجان در وضعیت آماده باش مستقر کرده تا بتواند موشک‌های ایران را قبل از شلیک به سمت اسرائیل مورد هدف قرار بدهد. همون نکته حذف اسرائیل از نقشه جهان. مقامات اسرائیلی میگویند در صورت حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی حملات موشکی علیه اسرائیل انجام خواهد داد که در این صورت میتواند هواپیماهای بدون سرنشین مستقر در جمهوری آذربایجان برای نابودی این موشک‌ها قبل از شلیک آنها استفاده کرد و این فقط 13 دقیقه، یعنی این هواپیما میتوانند 13 دقیقه قبل از عملیاتی شدن حمله موشکی ایران علیه اسرائیل هشدار بدهند. خب این اهمیت نظامی قضیه به ویژه از جمهوری آذربایجان که متحد استراتژیک ناتو است و طبق قراردادهاش، حالا از نظر امنیتی قرارداد دو جانبه با ناتو با تمام کشور ناتو داره، ولی از نظر نظامی هم داریم میبینیم که پیشرفته ترین پهپادهای نظامی اسرائیل هم عملیاتی و هم ضبط کننده به اصطلاح اینها در خاک جمهوری آذربایجان هستند و این آن چیزی است که جمهوری اسلامی رو دست کم 10 سال گذشته بسیار نگران کرده که اگه اوضاع خلاصه به قول اسپانیا چاچبی بشد، اسرائیل از طریق جمهوری آذربایجان میتونه خیلی سریع وارد عمل بشه. خواهش میکنم. البته اجازه بدید که خود من خندیدم چون من از هر دو طرف اسپانیا لاس هستم، هم از طرف پدرم هم از طرف مادر. با افتخار. ببینید قربان، من به نظر من این مقاله‌ای که شما خوندید در تایمز اف اسرائیل، ببینید تایمز اف اسرائیل روزنامه بسیار معتبری هستش، ولی به نظر من بعضی وقتا میشه گفت نهادهای بعضی از کشورها میان از مطبوعات استفاده میکنن برای ایجاد جنگ روانی. این چیزی که الان تو تایمز اف اسرائیل نوشته این هستش که با این اقدام، اگر این واقعا درست باشه، این مقاله صحت داشته باشه، این هستش که آذربایجان حاضره که تبدیل بشه به یک هدف جمهوری اسلامی ایران در یک سناریوی جنگ بین ایران و اسرائیل. به نظر من این همچین چیزی تقریبا غیر ممکنه. غیر ممکن هستش که آقای علیه حاضر باشه که نیروهای اسرائیل بیان از خاک ایشون استفاده بکنن برای انهدام موشک‌های ایران در یک سناریوی بین جنگ بین ایران و اسرائیل. به نظر من صحت نداره این خبر. ببینید روابط اسرائیل میلیاردها میلیارد دلار اسلحه میفروشه به آذربایجان و این باعث نگرانی جمهوری اسلامی ایران هستش، ولی دلایل مختلفی وجود داره که چرا اسرائیل داره اسلحه میفروشه به آذربایجان. یکیش ارمنستان هستش، یکی این که آذربایجان نگران از فشار روسیه هستش و بخواد اسلحه های مجهز اسرائیلی بخره، و یکی دیگه هم هستش که آذربایجان میخواد درها براش در واشنگتن باز بشن و با داشتن روابط خوب با اسرائیل امیدوار هستش که بتونه از لابی هایی که از اسرائیل حمایت میکنن در واشنگتن از حمایت اونها برخوردار باشه، که همچین چیزی به نظر من وجود داره. در مورد مسئله جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به نظر من بجز مسئله ترکیه و گاز، یه مسئله دیگه هم که نگرانش کردش این هستش که میبینه که دیگه این استراتژی که الان جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده برای افزایش تأثیر و نفوذش در منطقه، که استفاده از نیروهای غیر متعارف بوده و نیروهای نیابتی، الان از اینها نمیشه استفاده کرد در مرزهای شمالی ایران. در سوریه استفاده کردن، در لبنان استفاده کرد میکنن، در یمن، در عراق خیلی خوب، ولی در جلوی ارمنستان این سیاست ازش نمیتونن استفاده بکنن چون تاثیرگذار نیستش. و الان جمهوری اسلامی ایران الان احساس میکنه که ضعیف شده. ببینید الان جمهوری اسلامی ایران این مانور چند وقت طول کشید این مانور جمهوری اسلامی ایران؟ آیا یک سیاست آذربایجان عوض شد؟ نه، تازه آذربایجان تلافی‌جویی کرد و اومد با ترکیه یه مانور جدیدی هم برگزار کرد که اون هم دوباره جمهوری اسلامی ایران کاری نمیتونست بکنست در مورد این مسئله. پاکستان این وسط چه کوتاه دیگه، خواهش میکنم سوال جواب رو کوتاه بریم جلو بتونیم یه نتیجه تری بگیریم. پاکستان این وسط چه کار است در این وسط؟ ببینید پاکستان اولا داره حضور خودش رو در افغانستان، دیگه خودمون میبینیم متاسفانه حامیان طالبان هستن. یک مسئله دیگه هم وجود داره که آقای اردوغان یک پیمان جدیدی رو داره درست کرده که یک
محور جدیدی که شامل پاکستان هستش و پاکستانی ها برای افزایش حضور خودشون در منطقه الان با نیروهای آذربایجان رو تعلیمات دادن. یکی از دلایل کلیدی که نیروهای زمینی آذربایجان در این جنگ اخیر علیه ارمنستان موفق شدن تعلیماتی هستش که در پاکستان دیدن. ببینید الان جمهوری اسلامی ایران همونطور که شما عرض کردید و مهمانان عزیز عرض کردن، انقدر میشه گفت تمرکزش روی کشورهای عربی هستش که الان کشورهای هممرزی ایران مانند پاکستان و ترکیه احساس میکنن که جمهوری اسلامی ایران الان ضعیف شده به خاطر مسئله تحریمات هم، و الان دارن حضور و نفوذ خودش رو در کشورهای هممرز ایران افزایش میدن. یکیش ترکیه بود و الان هم پاکستان که الان هم در افغانستان هستش هم در آذربایجان. بله، در خبرها من میخوندم که پاکستان از ترکیه در واقع توافق کرده است با ترکیه که ترکیه از اختلافش با هندوستان بر سر جامو کشمیر، اون منطقه حائل محل دعوای همیشگی پاکستان با هند، از پاکستان حمایت بکنه و پاکستان هم در بحران قره‌باغ بیاد از ترکیه حمایت بکنه. این دامنه خیلی وسیعی داره این سیاست. آقای اتابک گل، از سوالم این است که چقدر فکر میکنی؟ یه نکته رو من اول بگم که فرمودن آقای مهیر جاودانفر که با بحران که در ادامه بحران و با مانور نظامی که ایران در مرز انجام داد هیچ تغییری در موضع جمهوری آذربایجان انجام نشد. یک کم تغییر ایجاد شده، تغییر در جدیتر شدنش، هرچند که تلفن فدایت شوام اینا زده میشه به وزیر خارجه ایران و برعکسش هست هم همینطور، ولی یک چیز روشنی هست که با آمدن دولت رئیسی خیلی صریح وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفته است که اوضاع بدتر هم میشه با این موضع بسته دولت رئیسی. باری خب باید دید. و من سوالم از آقای اتابکی قبل از بقیه بزرگواران این است که چقدر فکر میکنید که این چشمنداز به سمت جنگ پیش بره در شمال ایران؟ ببینید، اجازه بدید نخست یک نگاهی بکنیم به حضور اسرائیل. ببینید، این که اسرائیل رابطه تنگاتنگی با جمهوری آذربایجان داره چیز پنهانی نیست. اشاره کردم به دیدار شیمون پرس در 2009 از باکو، اشاره کنم به دیدار لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در 2018 از باکو، اشاره کنم به اون قراردادهای نظامی که تسلیحات نظامی که قرار از سوی اسرائیل در اختیار جمهوری آذربایجان قرار داده بشه و قرار داده شد از 2016 به این طرف، رقمی برابر 4,850,000,000 دلار به روایتی اسلحه در اختیار جمهوری آذربایجان قرار داده شد. مدعی هستند، نمیتونیم راستی آزمایی بکنیم، که رقمی مثل شماری بین 500 تا 1000 مستشار نظامی در آذربایجان، در جمهوری آذربایجان اسرائیلی حضور دارن. نمیدونیم، این ادعا رو در حقیقت نمیتونیم راستی آزمایی بکنیم. اما همه اینها نشان دهنده اینه که واقعیت اینه که همونطور که جمهوری اسلامی مدعیه که در جنگ تمام عیاری با اسرائیل و میخواد نابودی اسرائیل رو هدف داره و رو موشکاش مینویسه ساعت گذشته در وسط شهر که دقایق دقیق شماری میکنه به نابودی اسرائیل، خب این هم حق اسرائیلی که از خودش دفاع کنه، نمیتونه بگه خب بفرمایید بنده رو نابود میکنید شما. خب اگر جمهوری اسلامی میره پشت مرزهای اسرائیل قرار میگیره در سوریه و مدعیه که این قرار گرفتن به دعوت حکومت بشار اسد در حقیقت صورت گرفته، خب باید این رو هم بپذیره در عرف بین الملل، چشم بر برابر چشم. اسرائیل هم میگه که خب ما هم اومدیم در جمهوری آذربایجان به دعوت حکومت قانونی جمهوری آذربایجان اینجا اومدیم، خودمون که خودسر نیومدیم اینجا. بنابراین این در حقیقت اگر نگاه بکنیم نطفه این تنش اونجا هست. این نطفه زدودنی نیست و این نطفه وقتی زدودنی از بین خواهد رفت که رابطه ایران و اسرائیل شکل به سامانی بگیره و ایران قبول کنه که کشوری به نام اسرائیل وجود داره در صحنه جی تی.
این رو باید قبول کنیم. اما همینجا اشاره کنم که ایران در یک مخمصه‌ای قرار گرفته، در یک تنگهای پیرامونی قرار گرفته. شمال اسرائیل میبینه که در مرزهای شمال خودش رو در حقیقت اونجا سایش رو اونجا میبینه. کنیم به غرب ایران در اقلیم شمال کردستان، اونجا هم روایتهایی داریم از سایه حضور اسرائیل اونجا. به پیمان صلح ابراهیم در جنوب خلیج فارس نگاه کنیم، اونجا هم در حقیقت سایه حضور اسرائیل رو اونجا میبینیم. بنابراین از سه طرف حداقل دست کم ما اینجا میبینیم که اسرائیل حضور داره، براش مهمه. همونطور که ایران مهمه که به پشت مرزهای سوریه بره، برای اسرائیل هم مهمه که به پشت مرزهای اسرائیل در سوریه بره، برای و همینطور حزب الله در لبنان. برای اسرائیل هم همینطور مهمه که یاران خودش رو در نزدیکی مرزهای ایران پیدا کنه. این به هر صورت در یک صحنه نبرد رو در رو این اجتناب ناپذیر. اما همینجا اشاره کنم اون چه که جمهوری اسلامی انتظار داشت حمایت روسیه بود که به وقوع نپیوست. نه سال گذشته در جریان جنگ‌های 44 روزه ارمنستان با آذربایجان دیدیم که به خلاف آنچه که انتظار داشت جمهوری اسلامی، روسیه به دفاع از ارمنستان بر نخواست. گذاشت تا بخش‌های بزرگی از این سرزمین‌هایی که آذربایجان خیال داشت پس بگیره باز پس گرفته بشه، از شوشا گذشتن نزدیک خانکندی یا استپانکر که رسیدن، تازه اون موقع بود روسیه در حقیقت صداش بلند شد، گفت همینجا نگه دارید دیگه از این بیشتر نرید. و بعد هم جمهوری اسلامی گمان میکرد در همین رزمایش‌هایی که ما داشتیم در این ماه‌های گذشته که شمارش در حقیقت به 5 رزمایش رسید، 5 رزمایش از دریای خزر گرفته تا نخجوان با هم با شرکت پاکستان، با شرکت گرجستان، آذربایجان و از این دست، روسیه اعتراض چندانی نکرد. چرا؟ به خاطر اینکه روسیه پذیرفته که سهمی باید در قفقاز برای ترکیه قائل بشه، به برکت اون حمایتی که دولت ترکیه از روسیه میکنه، به برکت در حقیقت خرید تسلیحات نظامی است که ترکیه از روسیه میکنه، سامانه S-400 روسیه رو میخره، پشت میکنه به تمام تهدیدهای ناتو، یارانش در ناتو، و میگه من اجازه دارم آنگونه که میخوام رفتار کنم در صحنه تامین تسلیحات نظامی خودم و از روسیه این کار رو بکنم، و روسیه نمیخواد این پیوند با ترکیه را دست بده. بنابراین در حیات خلوت سنتی خودش جایی برای ترکیه قائل شد. بسیار سپاسگزارم آقای اتابکی. آقای جاودانفر عزیز، یک دقیقه وقت داریم که بفرمایید آیا چشمانداز درگیری های نظامی در مرزهای شمالی ایران بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ممکنه؟ به نظر من نه، چون نه به نفع جمهوری اسلامی ایران هستش، نه به نفع آذربایجان هستش. آذربایجان نگرانی هایی داره در مورد اینکه جمهوری اسلامی میخواد میشه گفت تشیع افزایش بخواد تشیع رو در، البته مردم آذربایجان اکثریتشون شیعه هستن ولی سکولار هستن، ولی همین نیروهایی که بخواد بفرسته اونجا برای اینکه افراطگرایی در آذربایجان افزایش پیدا کنه، این نگرانی وجود داره و احتمالش وجود داره که تنش بین هر دو طرف وجود بیاد، به خصوص برای ایجاد کاریدورهایی که شما راجع به صحبت کردید که به ضرر ایران هستش، ولی به نظر من هر دو طرف پرهیز خواهند کرد برای یک جنگ، چون ایران توان الان به نفعش نیست و آذربایجان هم اصلا به نفعش نیست. سپاسگزارم آقای جاودانفر. آقای دایی، کمتر از یک دقیقه، خواهش کنم به همین سوال جواب بدید. جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تره. هدف یکش الان مقابله با قیام مردمی که ممکنه شکل بگیره، که مردم رو تو خیابون با، برای چی رئیسی رو آورده؟ برای چی احمد وحیدی رئیس سابق سپاه قدس شده وزیر کشور؟ به انتصابات، به رفتار جمهوری اسلامی نگاه کنید. اصلا جمهوری اسلامی با کدوم متحد میخواد بره به جنگ آذربایجان؟ با هشت و شعبی و فاطمیون؟ جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تره. اینا فقط رجزخانیه. اصلا به اینا نباید فکر. بسیار سپاسگزارم آقای حسن دایی، آقای مهیر جاودانفر و استاد تورج اتابکی که در خدمتتون بودین. سرفراز شدیم و بسیار آموختیم. بله دیگه، بریم پرده آخر.
زنگ میزنه از این دستگاه امنیتی میگن امام زمان جدیدن گرفتیم باز دوباره تو کجا دکون دستگاه درست کرده. بعد من چه اول میرفتم با اینو بحث میکردیم میگفتم چی میگه اینو بهش بگو اونو بهش بگو. الان دیگه واسه بهش میگم نگاه کن یکی از نشونای اهل بیت اینه که توی چاتیشی نمیسوزن. یه فندکتو میخرجه 10 تومن 5 چند من نمیدونم فندکتو هر چقدر پولش یه دونه بخرید طرف از چرت و پرت شروع کرد حرف زدن بگو بیا جلو ببین تو امام زمانی امام زمان اهل بیت آتیش نمیسوزن بیا جلو ببینم یه فندکتو ببینم میسوزه یا نمیسوزه. آره بهترین راه 5 دقیقه هم جواب میده. شب و روزگار خوش.